فقه آشامیدنی ها و خوراکی ها اصل در خوراکی ها و آشامیدنی ها حلال بودن آنهاست همان گونه که الله تعالی فرمودند ای انسان ها از هر آنچه که در زمین حلال و پاک است بخورید به غیر از آن چیزی که در آن حکم صریح به حرمت آن اشاره شده است مانند لاشه مرده و خون و گوشت خوک و مشروبات الکلی و مانند آنها و از آن چیزی که در شریعت از خوردن آن نه شده است هر آنچه که برای انسان ضررش به اثبات رسیده باشد چرا که الله میفرماید نفس خود را به هلاکت نرسانید از آن چیزی که خوردنش و آشامیدنش نجس باشد هم نهی شده است همان گونه که در قرآن آمده است و الله میفرماید و بر آنها هر آن چیز که خبیس و ناپسند است حرام کرده است پس الله بر آن چیزی که از خبایث و نجس بودن خوراکی ها و آشامیدنی ها باشد تأکید کرده است و همینطور هر گونه مواد مخدر و انواع آن هم حرام می باشد. همانطور که به انبس آی سلم فرمودند هر نوع مسکننده کننده شبیه خمر است و هر گونه خمر حرام است. و از اموری که در این دوره و زمان منتشر شده است و بر انسان واجب است که آن را ترک کند کشیدن دخانیات می باشد چرا که از خباعث می باشد و دارای ضرر و زیان به جسم انسان می باشد. به بیماری های مزمن و مهلک به بار می آورد. در این قضیه از طریق تحقیقات پزشکی به ثبت رسیده است و همچنین خوردن قرص خواباور و امثال آن برای انسان نهی شده است الا اینکه ضرورتی در آن باشد و به توصیه پزشکی متخصص باشد چرا که بر انسان که آنها را بدون دستور پزشک استفاده می کند ضرر وارد می کند.